марги ду нафар ҳоҷимуҳаммад тошев сокини 6солаи ноҳияи ҷаббор расулов дар суғд ва оиша алимова дар хатлон дар шароити густариши коронавирус дар ҷаҳон боиси эҷоди шубҳаҳо дар тоҷикистон шуд вазорати тандурустӣ мегӯяд сабаби марги ин ду нафар коронавирус набуд ва ба иддаои ниҳод дар тоҷикистон шахсе бо бемории covid-19 ба қайд гирифта нашудааст рӯзи апрел шодмон раҷабови 62сола аз ноҳияи шаҳристон даргузашт ва мақомот сабаби маргашро бемории سیل گفتند اما ساکنان به این تفسیر مقامات با شبه می نگرند همکارم میرزا نبی خالقزاد این موضوع را پیگیری داشت و حالا با ما در استودیو است میرزا سلام چرا ساکنان با مرگ طبیعی شادمان رجبوف با شبه می نگرند سلام عبدالله بله بعضی از ساکنان شهرستان میگوین روز شنبه گذشته جنازه شادمان رجبوف معروف با تخلص شادمان تنور کباب بدون تابوتی و خوانده شد محض پس از همین منظره یعنی در جنازه نبود جسد آوازه و گمانها را در موردی از احتمال کرونا ویروس پفتیدن شادمان تنورکبا بیشتر کرد ولی مقامات تندرستی بلایتی سوخ مرگ شادمان رجب 62 ساله را از بیماری کووید 19 رد کرده می گوین. او بر اثر بیماری سیل در بیمارخانی دهمای روز 11 اپریل پفتیده است. اهل خالبادش از جمله همسره سلامت هستند اما نزدیکان شادمان رجب تا هنوز اظهار نظر نکردند. میرزانبی شما با طبیبان هم صحبت داشتید آنها چی میگویند؟ بله محمود جان آسانقلوف معاون سردختری بیمارخانه شهرستان روزی سیشنبه به رادیو آزادی گفت شادما رجبوف در پی یک حادثه ناگوار به او بیماری سیل خروج کرده و در بیمارخانه دهمای درگذشته است او آوازه هایی که گویا همسر شادما رجبوف نیز فوتیده است کرد و افزود برای تشخیص اصلی بیماری شادما رجبوف همه سندهای مربوط به نشاندادهای مرگی او برای اینکه آیا بیماری کرونا ویروس داشت یا نه به وزارت تندرستی فرستاده شدند نامی شادمار رجبوف در سرتاسر سر کشور با کباب های بالذتش معروف بود شادمان تنور کباب صاحبی آشخانه معروفی کباب تنوری در نزد تونل شریسان در کنار شارای دوشنبه خوجان بود و برای مردم خدمت میکرد تشکر میرزا برای صحبت